با هم باید خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه نگرش. در این لحظه من مرتضی دانش با نگرشی دیگر در خدمت شما ایزان هستیم. همونطور که میدانین در این روزها خبر سفر کاروان ورزشی افغانستان به رقابت‌های المپیک ساحلی آسیا روی زبان ها افتاده. 8 تیم ورزشی قرار است به این رقابت ها بره، اما نکته جالبی که در این میان بیان شده مسئله ای است که دولت و البته ریاست اجراییه تمام هزینه های سفر را بر عهده گرفته، در حالی که ریاست جمهوری هیچ گونه توجه همچنان به ورزش افغانستان نداشته. در این برنامه من با احسان نیرو سخنگوی کمیته المپیک بین المللی افغانستان و همچنین آقای میرویس بهاوی که البته لبخندم بر لبانشان جاری است، معاون دبیر کل کمیته ملی المپیک افغانستان، در این برنامه در خصوص وضعیت فعلی دو المپیک بحث و گفتگو میکنیم و اینکه چرا المپیک های ما یکی شده المپیک ریاست اجراییه و دیگری چرا شده المپیک ریاست جمهوری و بر صورت موضوع قابل توجه است. از احسان نیرو شروع میکنیم که بر صورت این روزها تکاپوی ارسال کاروان ورزشی افغانستان به رقابت‌های المپیک ساحلی آسیا را داشتن، چی شد بالاخره بعد از ماه‌ها تلاش شما تانستن که ریاست اجراییه را فقط توجهش را جلب کنین و از طریق ریاست اجراییه بتونین که هزینه‌های سفر را از خزانه دولت بکشین و ورزشکاران را ببرین به مسابقات المپیک ساحلی آسیا؟ تشکر از شما، سلام بر بیننده‌ها و بر مهمان برنامه. بس این است که حضور تیم های ورزشی افغانستان در بازی های یا پنجمین دوره از بازی های المپیک ساحلی که با میزبانی کشور ویتنام به تاریخ 22 همین ماه آغاز میشه، تیم های ما تقریبا دو ماه قبل راجستر شدن، ورزشکار ها از فدراسیون های مختلف. تقاضای ما هم از حکومت مبنی بر حمایت قاطع مالی و معنوی بودک. خوشبختانه در نشست که به منظور تشویق ورزشکارا از سوی ریاست محترم اجرایی افغانستان صورت گرفت، در اونجا تقاضای ورزشکارا و یا تقاضای مکرر ورزشکارا از جناب آقای دکتر عبدالله این بود که باید ورزشکاران را مورد حمایت قرار بدن. چراغ سبز که از اونا برای ورزشکاران روشن شد ما را بیشتر امیدوار ساخت. چرا امیر همین قضیه چرا به ریاست جمهوری راجع نشد و از ابتدای که آقای اکبر آمدن دیده میشه که ارتباطات بیشتر با ریاست اجرایی است تا ریاست جمهوری است؟ آیا به ریاست جمهوری شما مراجعه کردین، جواب ندیدین، رفتین به سراغ ریاست اجرایی؟ خب. یعنی از همون ابتدا پالیسی تا نیست که از همون طریق ریاست اجرایی تمامی کارهایتان رو پیش ببرید؟ بس این است که اگر ریاست اجرایی است و یا ریاست جمهوری است، همه ارتباط میگیره به افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان که متشکل از هر دو ریاست است. یک بس. دوم این که ما تقاضای مکرر از رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دید و بازدیدشان از ورزشکارا داشتیم، ولی متاسفانه باید بگویم که دو سه نفره که در کنار رئیس جمهور از آدرس اداره امور و یا مشاورین خود را بیشتر دانستن، اینا فرصت یکمه که واضح تر باید صحبت کنیم در برنامه تا مردم بشنسن این چهرهایی که شما میگین. خب طبیعی است که شما یک مرجعی را که نام میگیرین در اون مرجع افراد و اشخاص حضور دارن که اینا صدای شما را، پیشنهاد شما را، تقاضای شما را به گوش رئیس جمهور میرسونن، چون ما عملا با رئیس جمهور در تماس نیستیم که اونا را بگوییم ما را بپذیرین یا نپذیرین. مراجعه میکنیم به اداره امور افغانستان، اونا خب از ما فرصت میخواین، بعد از فرصت ها انتظار هم باز هم موافق نمیشیم که رئیس جمهور افغانستان را ملاقات کنیم، که این یک مشکل بوده بر کتله ورزشی افغانستان. به این که ما بتانیم ارتباطات خود بیشتر خوب بسازیم با نهادهای زیدخل در ورزش افغانستان، مخصوصا در بخش سپورت و صحت پارلمان افغانستان هم چندین بار مراجعه کردیم که از اون طریق اگر رئیس جمهور افغانستان بتانیم ببینیم، ولی موفق نشدیم. اما خوشبختانه
فرصت های کاری هر دو دکتر صاحب که در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارند کاملا زیاد است. با آن هم بعد از 8 ماه آقای دکتر عبدالله عبدالله ورزشکارا را به حضور پذیرفت و تمام گزارش های حقیقی مبنی بر المپیک واقعی و مشروعی که نزد دنیا مشروعیت دارن را شنیدن و بعد از او فیصله کردن که خب مسابقات پیش رو ما در ویتنام داریم، باید ورزشکاران مورد حمایت قرار بگیرن. یک مورد. و مورد دوم این که این بار خوشبختانه باید بگم که ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان هم تا حد امکان همکاری های مالی خود در راستای اعزام ورزشکارا داشتن که به نمایندگی از کمیته ملی المپیک افغانستان میخواییم از این ریاست هم سپاسگزاری کنم. بسیار خب، اما موضوع مسئله ای که ریاست جمهوری تمامی امورات ورزش سپرده به گردن معاونیت اول ریاست جمهوری یعنی آقای جنرال دوستم، آیا به اونا مراجعه کردین و از اونا جواب رد شنیدین؟ یعنی اصلا شما فقط مراجعه کردین به رئیس جمهور و اصلا آقای معاون اول را در نظر نگرفتین ریاست دفترشون؟ نه خیر، طبیعی است. ما باز هم یک بار دیگر تاکید میکنم که حکومت وحدت ملی متشکل از بزرگای ما است که اگر جناب صاحب دوستم هستند، رئیس اجرایی هستند، رئیس جمهور هستند، طبیعی این بزرگ ها تانستند که وحدت ملی را تشکیل بدن، حکومت را البته، و همانطور که شما در جریان هستند که بخش حکومتی سپورت که همان ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان است مستقیما ارتباط داره با معاونیت محترم اول ریاست جمهوری افغانستان که ریاست تربیتی بدنی و سپورت افغانستان می باشه. اما بحث کمیته ملی المپیک که مطور که شما هم در جریان هستین یک نهاد غیر دولتی و حکومتی هست، روی این منظور تقاضا از سوی ورزشکارا صورت میگیره که باید ورزشکارا مورد تقدیر، تحسین و حمایت قرار بگیرن. چرا نه، یکی دو سه بار جناب دوستم هم در چند قبل که مصروف قبل از اینکه مصروف جنگ های داخلی به ولایت سفر کنن ورزشکارا رو دیدن، تحسین کردن، تقدیر کردن. اما بس این بود که ای بار دکتر صاحب عبدالله عبدالله خواست ورزشکارا را ببینن و اینا هم هدایت دادن تا ورزشکاران بیشتر حمایت حکومتی را داشته باشند. پس هزینه های سفرهای پیشه که ورزشکاران از طریق کمیته المپیک بین المللی باید بگیم دیگه، کمیته که از المپیک ریاست جهانی و شورای المپیک آسیا قبولش داره، هزینه های قبلی شما رو پس کیا پرداخت کردن؟ آیا دولت پرداخت کرد یا نه هزینه هایی که شما پرداخت کردین بازم همگی هزینه های شخصی بود و از جیب شورای المپیک آسیا و شورای جهانی رفت؟ تقریبا بیشتر از 1 سال و 2 ماه شاید شود که جناب صاحب ظاهر اکبر به صفت رئیس کمیته ملی المپیک از سوی مجمع عمومی انتخاب شدند. از او زمان تا امروز که ما گفتم تنها یک مژده که تقریبا بعد از 8 ماه آقای عبدالله عبدالله داشت بر ما، یک او موضوع بود و موضوع دوم هم حمایت مالیشان در سفرهای ویتنام بودن. پس چی شد؟ از هزینه های قبلی بس بازی های سیف گیم که شما هم شاهد بودین در او بازی ها تقریبا یک کاروان 200 نفری دولت برای شما چیز اختصاص داده بود؟ اصلا یک افغانی از سوی حکومت حتی برای ورزشکارا؟ هیچی، نه بر ورزشکاران، نه به هیئت و نه به مربیان در آن زمانی که سفر کردن و دوباره برگشتن یک افغانی برای المپیک افغانستان و بر جام ورزشی افغانستان ندادن. شما بارها مدعی بودین آقای نیرو که بودجه ای که باید برای ورزشکاران افغانستان بیاید میره با کمیته المپیک که دولت حمایت میکنه، آیا این قضیه درست بوده یا نه فقط یک شایعه بوده که شما گفتید؟ دقیقاً المپیک موازی یا المپیکی که مشروعیت جهانی نداره، المپیکی که دنیا اونا رو به رسمیت نمیشناسن، متاسفانه باید بگویم که به نوع پول ورزش افغانستان و کمیته ملی المپیک و حق مشروع ورزشکاران را تا هنوز از حکومت افغانستان حق کردن که به چندین موارد 15 میلیون یا 40 میلیون 45 میلیون افغانی. اما متاسفانه این پول من نمیفهمم به کجا به مصرف میرسن. چند سفری که انجام شده، ریوی برزیل، سفگیم جنوب آسیا، سفر کوریای تکواندو و بالاخره ویتنام، تا هنوز هیچ یک افغانی هم برای ورزشکارای اصیل و حقیقی داده نشده و حتی به المپیک افغانستان داده نشده. اما متاسفانه این پول از خزانه دولت بیرون شده که ما هم خواستیم است که مورد حکومت و نهادهای عدلی و قضایی در موردش جدی تصمیم بگیرن. بسیار خب آقای بهاوی، آقای نیرو میگن که اول
المپیک موازی رو میگن المپیک نامش رو، و دومی که پیسه های دولت به نام ورزشکاران افغانستان به این المپیک آمده و معلوم نیست به کجا مصرف شده. شما چه دیدگاهی دارین در برابر این صحبت؟ با عرض سلام و شب بخیر به شما و نیروسه و همه بیننده تلویزیون. خب هر هیچ کس نمیگه دوغم ترش است، نمیفهم یک متل است. ماست ترش است. نیرو صاحب میگن المپیک ما موازی است، ما میگیم المپیک کشوری که به نام به محدودی یک جغرافیه به نام افغانستان معروف است، المپیک از او کشور باید رسمیت خود، انتخابات خود، مجمع خود، هم جلسات خود باید در داخل محدوده امو جغرافیا باید برگزار کنه، که متاسفانه اولایی که به شکل کودتاگونه المپیک که شما میگین قبل شما المپیک بین المللی، المپیک یک سازمان جهانی قبولشان داره، به شکل کودتاگونه هاشمی، فهیم هاشمی را که بدون هیچ نقص و بدون هیچ اختلاس و دزدی و هیچ مشکل او را بر علیش کودتا کردن، بلند شدن، گویا او آدم ناتوان بود، این و آن برکنار کردن به ذم خودشان، و از طرف هم تعداد 13 یا 12 نفر از رؤسای فدراسیون المپیکی و غیر المپیکی را به هر دلیلی که بود قناعت دادن، یا شاید یک تعداد را غافل ساختن، یک تعداد را شاید به نحوی خواستن برن فقط جلسات به ترکمنستان، یک انتخابات هم گرفتن. موضوع اینجاست، اگر همین انتخابات درست یا نادرست از سوی شورای المپیک آسیایی و شورای المپیک جهانی IOC قبول شده و آقای اقبر پذیرفته شده، حالا در میان نقش شما چیست و نقش شما در ورزش افغانستان چیست؟ دقیقاً ما امیر میگیم ببینین، اگر ما المپیک را به انتخابات میریم به اساس یک اساسنامه انتخابات میکنیم برای 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، شما تقریبا وضعیت معادل حکومت وحدت ملی را داریم. ما به یک انتخابات رفتیم برای یک مدت زمان با توافقنامه ها و تمام طرز العمل ها. انتخابات المپیک ما برگزار شد، همه بزرگایی که امروز خود را رئیس المپیک به نام جنرال صاحب اخبار و همه گی دوستای دیگه که اطرافشان صدا میکنن، امینا جمع شدن، یک کسر از بیرون به مسابقه یک بازرگان تجار آوردن، رئیس المپیک ساختن. یک سال چند یا یک سال اندی گذشته بود بدون از اینکه به اساس اساسنامه طرز العمل تطبیق شوه، مجموعه عمومی برگزار شوه، این آدم بخواین و مشکلات و نقصایش بگوین، هوشداری هایش بتن. ببینین قانون هر جای صراحت داره، میگه که اینی کار اگر کرد رئیس المپیک، اینی هوشداریش، یک بار، دو بار، سه بار پس از او برکنار. اساسنامه رو داشتیم؟ دقیقاً داشتیم، اساسنامه ما تایید شده بود، نشد تطبیق. جالب موضوعی است، امی اساسنامه را آقای فهیم هاشمی نساخته بود. این اساسنامه المپیک همین مسائل حاکم میکنه، اساسنامه بود که جناب سارنوال صاحب در زمانی که رئیس تربیت بدنی بودن، جمع رؤسای فدراسیون مجمع ایجاد شد، یک بورد مخصوص ایجاد شد، این بورد اساسنامه را ساختن و تاییدش گرفتن. تا جایی که ما یادم هست این اساسنامه در شورای المپیک آسیایی و شورای جهانی تایید شد. تایید شد. به خاطر همین دوباره روش کار شد و مسوده قانون ورزش درست شد. یعنی نه خیر. مسوده قانون مسوده‌ای که مسوده قانون درست شد رو شما رد می‌کنید؟ نه خیر، رد نمی‌کنیم. این مسوده شما فکر یک چیز را خلط نکنین. اساسنامه المپیک افغانستان جداست، یک چیز دیگه است. مسوده قانونی که تربیت بدنی در تفاهم با کل ورزشکارا، رؤسای فدراسیون‌ها و و و ساخته شد، این بخی یک مسئله جداست. این قانون ورزش به مسوده قانون ورزش به مسابقه قانون مادر در داخل کشور قابل تطبیق است. درست است نزاکت های بین المللی را مراعات میکنند، اما ما اساسنامه را که ازش داد میزنیم، اساسنامه المپیک افغانستان است که توسط مور تایید المپیک آسیا و المپیک جهان هم داره. آیا این اساسنامه کسی نبود، قادر نبود که این اساسنامه را تطبیق کنه، یا نه کسی اصلا زیر بار این اساسنامه نبود؟ دقیقاً شما نزاکت ها و مشکل های وطن میفهمین. زمانی که یک جمع بلند شدن بر علیه فهیم هاشمی و او را در حدی که گویا تو نیستی و کنار میزنیم، اینا رابطه‌های خوبی با شورای المپیک آسیا هم داشتن، این را نباید رد بکنیم. چه کسانی میشه صراحتا خب در رأس حتما دیگه وقتی که جنرال صاحب اخبار رئیس کمیته المپیک شد، حتما رابطه‌های با شیخ آسیا داشت المپیک آسیا، و الا ده هیچ گوشی از اساسنامه ما حکم نمیکنه، ده هیچ گوشی اساسنامه ما، که رئیس المپیک مثلا بدون از اینکه به کدام جرمه، به کدام تخلف، به کدام دزدی متهم باشه، چی که حتی ثابت شده باشه، برکنار شوه و او آدم به اصطلاح کنار زده شوه و یک مجمع عمومی در محدوده 13-14 فدراسیون که نصف 50% هم پوره نمیکنه در خارج از جغرافیا، جنرال اسمبلی رو برگزار کنن و انتخابات تایید بکنن یا رد بکنن. خب این از گذشته است. دقیقاً. ما از گذشته نباید صحبت کنیم. در حال حاضر متاسفانه که گذشته های ما رابطه افغانستان آمده به جیب المپیکی که
در رأسش آقای محمود عنیف هستن به عنوان سرپرست و شما به حیث معاون دبیر کل المپیک کار میکنین. این پول به کجا مصرف میشه؟ آیا اصلا این پول آمده به حساب شما؟ چرا پول آمده و پول پیشنهادهای دیگه هم داریم. از کجا پول مصرف میشه؟ ورزشکاران از سوی من میخوام برتان توضیح بدم. ما دو سه تا پول میداشته باشیم در المپیکا. یکی پولایی است که ما از طرف سازمانهای آسیای جهانی باید بگیریم به اساس سهمیه بندیهایی که سازمان جهانی کرده برای هر کشور که به جنرال صاحب اخبار و اکاونتشان میرسه که هم اکاونتش معذلای خدا داره خلاف تمام قوانین دو نفر کسایی میگیرن پولا که نباید بگیرن اونم بعدن به جزئیات میگه. میشه کمی که واضح صحبت کنیم؟ واضح تر برتان میگم نظر و اساسنامه اگر اینا ادعا میکنن که ما تمام اساسنامه و تمام قوانین سازمان جهانی رو تطبیق میکنیم، مسئول مالی المپیک مکلف و موظف است و با صلاحیت است که مسائل مالی را نظارت کنه، امضا بکنه، چک بکشه، چک بده و پول مصارف نظارت کنه. در حالی که پولایی که در اکاونت المپیک جنرال صاحب اخبار آمده تمامش به امضای یا تنها جنرال صاحب اخبار و یا دکتر یونس یا امضای هر دوی ازی آمده که به اساس قانون سکرتر جنرال کسی که یک پید استاف میگن یعنی مامور که ماش برش پرداخته میشه به هیچ عنوان در مسائل مالی نباید صلاحیت داشته باشه، چون او جزی از جنرال اسمبلی مجمع عمومی نیست و او حق نداره، یعنی آدم مدار اعتبار نیست که صاحب صلاحیت مالی باشه. چه کسی باید تمام پولا باید به امضای مروان معین کشیده میشد که در هر دو نهاد عامر مالی المپیک بود، یک رئیس فدراسیون وزنه‌برداری است و هیچ پولی به نام و امضای او کشیده نشده. و اینو ما مدرک داریم. پس به امضای کی کشیده؟ به امضای جنرال صاحب اخبار و دکتر یونس. کی هم خلاف نرماست. اینو می‌گذریم. این گپ زیاد است. پولی را که برای ما دولت افغانستان کمک کرده یا بودجه را که برای ما داده نظر به تقاضای مکرره که مجمع عمومی افغانستان یعنی همین مجمعی را که نیرو صاحب میگه که جنرال اخبار و مساوی رئیس المپیک تعیین کردن، شما برین به وبسایت المپیک افغانستان که ما در سمت در مسئولیتش هستیم، با فیسبوک های ما برین، اگر اکثریت مطلق رؤسای فدراسیون های المپیکی بر حالی که در سازمان های جهانی هم ثبت و راجستر است، اگر حمایت کامل و بی‌دریغشان از محمود حنیف و مساوی سرپرست اعلان نکرده باشند، دستخط امضا نکرده باشند، کلیپ ویدیویی نداده باشند، پس ما میگیم که جنرال صاحب اخبار برحق است. چون شما میفهمید بلندترین مرجع عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده در یک المپیک مجمع عمومی است. بسخن. تعداد اکثریت داریم. پول هایی که به ما آمده میخوایم جزئیات بتم. کدای مشخص مالیاتی خود داره. شما میفهمین دولت هیچگاه شما را اجازه نمیده که پول قرطاسی کتاب و آب برین به سفر بتین و هیچ وقت هم به شما اجازه نمیده که پول سفر شما بیاین به آب یا به جوس بتین و یا مثلا پول انکشاف ورزش کدای مشخص داره. پولایی را که ما گرفتیم در مواردی که باید مصرف میشد، مثلا برگزاری مسابقات یا انکشاف و رشد ورزش در داخل کشور که ما به قدر کافی مصرف کردیم، برگزاری سمینارها و ورکشاپ ها، این که چقدر مؤثر است، چقدر نبوده، چقدر خوب است، چقدر نیست، باور دارم وزارت عدلیه و تمام منابع ادارات عدلیه و قضایی یک یک تا تحقیق میکنن و پولایی که مربوط سفرهای خارجی میشه، اگر ما سفرهای خارجی داشتیم از طریق فدراسیون بدون شک به اونا پول دادیم، اگر نداشتیم مطمئن باشین اون پولا محفوظ در اکانت ما هست. بسیار خوب، برمیگردیم با مهمانان گرامی برنامه بعد از یک وقفه. با سلام مجدد خدمت شما ایزان، برمیگردیم به ادامه برنامه نگرش. اما سوالی که در این لحظه مطرح میشه از کمیته المپیک تحت نظر آقای اخبر پیش میره ای است که آقای باوی بر صورت به گونه میشه گفت که اتهام، چطور بگیم، حالا خود آقای نیرو توضیح میتن مسئله ای که چگونه پولها بدون ای که افراد صلاحیت داشته باشن پولها را از حساب کمیته المپیک افغانستان میکشن. بله، شما در جریان هستین که زمانی که شما را یک نهاد به رسمیت میشناسه طبیعی است که صلاحیت ها و مسئولیت های را بر شما تفویض میکنه. آقای اکبر به مثابه رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان از سوی مجمع عمومی و کل ورزشکارای افغانستان، اما آقای باوی میگن مجمع عمومی نیست، میگن که ولی شما به مثابه المپیکی اونجا بودید، شما به مثابه یک رسانه آزاد مستقل و بی‌طرف نشرات زنده نشر کردین، شما شاهد بودین، فیلم در آرشیف شما هست، یک بار لطفاً اون فیلم پلی کنین که مردم افغانستان بدانن که کدام از اونا ناحق بودن، کدام اونا مربوط خانواده ورزش نبودن.
بر علاوه مسئولین ورزش در افغانستان، در او زمان نماینده ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان آقای امیدی معاون این اداره بود، حضور داشتن، از کمیسیون سپورت و صحت، از مشران و جرگه ورزشکار نمایندهشون حضور داشتن، نماینده جامعه مدنی حضور داشتن، نماینده خانم ها حضور داشتن. در یک فضای کاملا شفاف، آزاد و مستقل این موضوع برگزار شد و شما خوشبختانه زنده نشرات نشر کردید. یک چیز نیست که پادشاه ما فلمش نزد ما در آرشیف المپیک است. یک مورد. مورد دوم، زمانی که مون نهادام بس ما میره به طرف بیرون و تقریبا یک ماه سایت تغییر نمیکنه، یعنی عکس جناب ظاهر اکبر و سکرتر جنرال باید یک تغییرات در سایت می بود چون انتخابات صورت گرفت، اینا را همه دعوت کردن به ترکمنستان. امی آقای حنیف را که اینا فعلا سرپرست المپیک میگن، اینا خودشون به ترکمنستان حضور داشتن در جمع از اون مجمعی که رای دادن و شورای المپیک آسیایی و نماینده های المپیک جهانی حضور داشتن که دوباره یک رای گیری شد تا خارجی ها هم بدانن که ما کار ما تقلب و پنهانکاری نیست. بعد از اونها تصمیم گرفتن که بودجه المپیک بس سایت کلن باید بره به سوی امو خواست های مشروع ورزشکار ها. این عمل صورت گرفت. اونا صلاحیت های کامل خود آقای اکبر به مسابقه یک رئیس مستقل، یک رئیس که رأی ورزشکار های افغانستان را گرفتن و به این سمت آمدن را دارن و المپیک جهانی تمام اختیارات به دوش اینا گذاشت. بناهن اینا گفتن که ما از دولت پول میگیریم ولی وجه داره هر پول. شما فکر کنین که اول پول را کی گرفته از دولت؟ ما خدا داریم که اگر خارجی ها با ما $10,000 یا $20,000 پول داده، خب ما را به رسمیت میشناسه که داده. آیا حکومت افغانستان قبل از این که چند روز قبل آقای عنیف سرپرست خود را اعلام کرد اینا را به صفت رئیس المپیک میشناختن؟ آیا آقای عنیف رئیس المپیک افغانستان بود که با امضای اینا 50 میلیون افغانی از وزارت مالیه میبره یا بیرون میشه؟ آقای هاشمی که اصلا امضای نداشته در گرفتن پول ها. آقای هاشمی که 6 ماه یا 8 ماه قبل رسما از طریق رسانه خودشون استعفا کردن. پس این آقای عنیف چه کاره؟ اینا سکرتر جنرال بودن در گذشته که نه، معاون بودن که نه. چطور شما رفتین یک جمع را به کاسترا از اوتخیل دعوت کردین برای ریاست تربیت بدنی و گفتین که من سرپرست؟ خب شما گیریم 2 هفته شد سرپرست. قبل از 2 هفته این پول را که به امضای خود کشیدین چرا جعل کردین؟ برای ریاست پاسپورت، به امضای شما پاسپورت گرفتن اعتداد به نام ورزشکار رفتن به بیرون از افغانستان که پاسپورت های مجانی یا مفت بود، چرا شما این کار را کردین؟ آیا کدام حکم از طرف رئیس جمهور افغانستان و یا ریاست اجرایی یا معاونت اول در آن زمان داشتین که آقای یعنی به صفت رئیس المپیک و یا سرپرست المپیک؟ که نه. وقتی که نداشتین، شما به کدام صلاحیت تونستین پول ورزشکارا را حیف میل کنین؟ یک موضوع. موضوع دوم، بحث انکشاف و توسعه ورزش مربوط المپیک ها نمیشه. بس مربوط کی میشه؟ در کشورها حکومت ها نهاد های به نام ریاست ها و وزارت های ورزش دارن که این نهادها جدا فعالیت دارن از المپیک ها. این نهادها مبنی بر گسترش، رشد و تقویت ورزش در داخل از کشور کار میکنن. بنابراین المپیک ها مسئولیت چگونگی تنظیم نمودن روابط دنیا را با کشورهای خود دارن که در اینجا اینا میگن ما پول را گرفتیم ولی پول را به خاطر توسعه ورزش مصرف کردیم. توسعه یعنی چی؟ زمانی که از شما دنیا دعوت میکنه که به یک رویداد بزرگ المپیایی که همانا 206 کشور اونجا حضور پیدا میکنه، شما اجازه نمیتین که ورزشکارتون بره. شما پول برش نمیتین که به اونا برسه و اینا برن. شما به قهرمانای مثل آقای نیکپا پول نمیتین، امتیاز و معاشاتش نمیتین. پس شما این پول را به توسعه ورزش کجا استفاده کردین؟ این همه من فکر میکنم که صحبتای نادرسته است. تا هنوز رئیس جمهور افغانستان را در یک حالت تاریکی قرار دادن و خواستن با چند نفری که دوست و شب نشین هستن از او آدرس برن پول را بیرون کنن و حیف و میل کنن که جفای بزرگه با مردم و بخصوصا جامعه ورزشی افغانستان است. در این راستا ما داد از مبارزه با فساد میزنیم. نهادهای ما همیشه چیغ میزنن که باید ما مبارزه خود جدی بگیریم، مخصوصا حکومت وحدت ملی، ولی متاسفانه باید بگویم که در بیشتر از یک سال میشه که یک یا دو فرد که نه رئیس المپیک هستن، نه معاون هستن و نه هم اینا را دنیا قبول دارن، اینا میرن پول با امضای خود از وزارت مالیه میکشن و در دسترس ورزشکار هم قرار نمیگیره. من نمیفهم که حکومت افغانستان چرا تا هنوز در این راستا آرام بوده و یا ای که چرا بی خبر است. روی این موضوع من میرم با آقای باوی
که بر صورت اونا هم صحبت کنن. آقای باوی، آقای نیرو میگن که المپیک شما چند موترکاستر از ادخیل ورزشکارا رو جمع کردن آوردن و انتخابات سرخود درست کردن و بر صورت آقای عنیف را به رسمیت شناختن و بعد از اون میگن که پولهای هم که از حساب دولت به عنوان ورزش افغانستان کشته میشه هیچ کدام به جایش مصرف نمیشه و ایف مل میشه. آیا شما تایید میکنین گفت؟ چند تا مسئله را آقای نیرو همکار سابقه ما در رسانه باید تصحیح بکنه. اولی که بچه های ادخیل که بدون شک بچه های بسیار توانمند و ورزشکارهای خوبی هستن، اگر در برنامه های ما مشترک کردن اونا هم جزء ملت هستن، حق دارن، اما هیچ زمان یک ورزشکار که از ادخیل باشه یا از پکتیکا یعنی ورزشکار نبودن اونا. دقیقاً از هر جایی که باشه اونا حق رای دهی ندارن به مسابقه. کسایی که رئیس المپیک تعیین کنن باید بفهمیم. مسئله دوم خیلی مهم است که چرا دولت افغانستان، واقعا سوال است، چرا دولت افغانستان برای ما پول داد؟ زمانی که یک گروه کودتا کردن بلند شدن بر علیه المپیک قانونی فهیم هاشمی که خود از اونا فهیم هاشمی رو سمت ریاست قبول کرده بودن، تایید کرده بودن و همگیشان تبریکی هم داده بودن، دولت یک هیئت بسیار باصلاحیت داره که از اعضای مختلف از سارنوالی شروع تا ارتشاف فساد داری و کی و کی اداره امور ریاست جمهوری، معاونت دفتر جنرال دوستم، معاون صاحب دفتر دوم حکومت افغانستان هم میگی تعیین کردن و این کمیسیون بیشتر از 6 ماه تحقیق کرد. اشتباه نکنم، بیشتر از 3.5-4 ماه تحقیق کرد. باور کنین که از رؤسای، کسایی که ادعای ریاست المپیک داشتن تا مامورین تا رؤسای فدراسیون تا تربیت بدنی در زمانی که آقای حسنی سرپرست تربیت بدنی بودن و حتی ما باور دارم با مطبوعات با سازمان‌های جانی چون کل ایمیل ها را از ما گرفتن، اینا تحقیقات خود یک آیک کردن. پس از 6 ماه به حکم رئیس جمهور که شما در آرشیف حتما دارین، فرمان صادر شد که رئیس جمهور المپیک فهیم هاشمی را، یادتان باشه المپیک یک مجمع است، خب ما نمیشه به نام آیا مجمع دولتی است یا مجمع غیر دولتی؟ مجمع آزاد غیر حکومتی است. ما دیگه تایید میکنم. پس اینجا دخالت آقای رئیس جمهور چی ربطی داره به ورزش افغانستان؟ من میره دقیقاً میگم. زمانی که یک گروه، یک جمع بتانن با هر از هر آدرسی که باشه، با زور، با جبر، با تفنگ، با هر چی باشه، در مسائل المپیک مداخله بکنن، تشبث بکنن، المپیک یا در مجموع مجموعه عمومی نتونه مدیریت کنه مسائل در داخل خود، به هر دلیل ناتوان شوند، یا فشار سیاسی باشه، یا فشار نظامی باشه، یا فشار مالی و مادی باشه، چارتر المپیک حکومت ها را اجازه میده. چارتر المپیک یعنی اساسنامه المپیک سازمان جهانی، حکومت ها را اجازه میدن که مداخله نه، تسهیل کنن پروسه را، نظارت بکنن به حیث پل ارتباطی میان نمایندگی از او کشور و سازمان های جهانی اقدام بکنن. تحقیقاتی که ببخشید آقای باوی، آیا موضوع اینجاست؟ آقای رئیس جمهور حکم صادر کردن، بله، گفتن آقای هاشمی درست، آقای اقبر غلط، اما ما میبینیم که هنوز آقای اقبر داره کار میکنه. پس اینجا حکم رئیس جمهور کجای کار است؟ من میگم مشکل ما متاسفانه که ما از خلاها، از جنجالایی که بین دو تا بزرگ حکومتی هست در دو نهاد ما استفاده سو کردیم. ورزش به اساس تقسیمات 50-50 حکومت وحدت ملی، شما برین به کلپا و آرشیف و هر جای از حکومت که میرین، واضح میگه که تربیت بدنی در کل ورزش افغانستان، یعنی ورزش در تمام معنا، مربوط حکومت وحدت ملی دکتر صبغ غنی میشه و دکتر صبغ غنی به اساس ائتلافایی که با جنرال صبغ دوستم داشت او را سوق داده به بیس یکی از کارهای یا صلاحیت زیر مجموعه معاونیت اول جنرال دوستم در دستش است. شما میفهمید که جناب خیری صاحب هم به اساس هر چی بود از کاندیدای جنرال صاحب دوستم بود که آمدن. ما هم به خاطر که ما میفهمیدیم به کدام مرجع رجوع کنیم، مستقیما عمو زمان چون تربیت بدنی سرپرست داشت، ما به ریاست جمهوری رفتیم، ریاست جمهوری اتومات ما رئیس جمهور به معاونت اول راجع کرد. پس یعنی ورزش شما میاره، شما داریم میگیم ورزش یعنی قومی شده دیگه، سمتی شده. ای که سمتی شده، سمتی به این معنا نیست. ما در المپیک ما که محمود حنی فهیم در رأسش است یا فهیم هاشمی در رأسش است، نه قوم خیش جنرال دوستم است، نه قوم خیش بالاترین صلاحیت ریاست جمهوری و معاونت اولش داره، چون ورزش مربوط است. مسئولیت هایش ورزش، مسئولیت های مدیریت، نظارت و ارزیابی، تمام مسائل ورزش از یکی از مسئولیت ها و صلاحیت های دفتر جنرال صاحب دوستم است که جنرال صاحب دوستم تا آخرین لحظه از برحق بودن فهیم هاشمی حمایت کرده و با سازمان های جهانی هم ایمیل داده که ما
و مسابقه حکومت افغانستان و ناظر از تمام روندهای در حال جریان در افغانستان تایید میکنیم که فهیم هاشمی و المپیکی که تیمی که با او کار میکنه برحق هستند و جنرال سپه اخبر و تیمش که به شکل کودتای المپیک گرفتن ناحق و برحق نیست. خب آقای نیرو، آیا حالت افغانستان اضطراری بود که آقای رئیس جمهور به ورزش افغانستان این گونه بر صورت دست انداختن و حکم صادر کردن و حکمشون تا وال بر صورت میبینیم که علنی انجام نشده؟ اولا ببینین که بیاین این موضوع رو خیلی بزرگ نسازیم، یعنی بس به این است که ما میشه از آقای جنرال دوستم یاد کنیم که اینا گفتن یا نگفتن. بس این است که حقایق چی بوده. شما بازم تاکید میکنم، شما نشرات لایف یا زنده داشتین، شما امی انتخابات رو بگونی دقیق نشرات داشتین. آقای عنیفی که امروز خود سرپرست المپیک اعلام میکنه، امی خودش در اون میزه که آقای اکبر در کنارش بوده دست بالا کرده و پایین کرده، خب دمونجا حضور داشتن. این دو چرا رفتن به اون سفر؟ زمانی که می کودتا بود در کابل، چرا به ترکمنستان رفتین شما؟ چی نیاز بود؟ این دو چرا آقای هاشمی تو استعفا کردی؟ چرا آقای هاشمی از سایت عکس تو بیرو شد؟ آیا امریکایی ها یا عرب ها و چه کاکای جنرال صاحب ظاهر اخبر است که این عکس رو برن واسطه کنن به جای واسطه کشی باشی؟ ما گفتن پیشتر گفتن که روابط خوب بسیار قوی است. خیلی خوب، ای کاش آقای هاشمی دم یک سال میتونست روابط خود خوب بسازه با دنیا. امروز شما فکر کنین اگر دنیا حکومت افغانستان را به رسمیت نشناسه و با ایشان همکار نباشه، حکومت چی معنی داره؟ خب ما با دنیا همراه هستیم در هر راستش. و سوم این که هیچگاه نه شورای المپیک آسیایی و نه المپیک جهانی تخطی را نمیپذیره. شاید حکومت ما تخطی را بپذیره، اما جهانیان خیلی دقیق هستند در راستا. جهانیان زمانی که بر شما یک قلم هم میتا دوباره خوستن المپیکا، از شما میپرسه که از این قلم در کجا استفاده شده. یعنی نکودتایی بوده، ما به گونه رسمی رسانه های موضوع را نشرات دادن، ما به گونه رسمی رفتیم به سایت رسمیت گرفتیم و آمدیم روی این. بیاین وجدانن صحبت کنیم. چند سال آقای اکبر در گذشته هم مسئولیت ورزش افغانستان داشت و حال هم داره. چهار کار خوب آقای هاشمی در زمانی که رئیس المپیک بودن به میاد کنن: بردن باردیگاردای مسلح در جان تحسن کننده ها در خیمه پارک زرنگار از سوی آقای هاشمی، تا اندازه‌ای به تعلیق رفتن المپیک افغانستان از سوی المپیک شورای آسیایی و المپیک جهانی، بس کشمکش ها و مزاحم شدن به رئیس جمهور و جناب صاحب دوستم کلن از سوی آقای هاشمی تا هنوز صورت کرد. اما شما دو تخطیه که آقای اکبر در راستای کارهای غیرقانونی و بدور از پرنسپ های بین المللی در راستای ورزش افغانستان انجام داده شده، اگر لطف کنین اگر گفتین درست است که ندادن. بنان تاریخ ثابت میکنه که در افغانستان کیها کار خوب را در بخشای خود انجام دادن. این را باید چشم پوشی نکنیم. زمانی که رئیس تربیت بدنی هم بودن و زمانی که رئیس المپیک هم شدن، ترکیب هیئت گفتن که رئیس جمهور هدایت داد. طبیعی رئیس جمهور افغانستان از بس که مزاحمت ها از سوی آقای هاشمی صورت گرفت، نظر به امور ارتباطات که در اداره امور داشتن برن و بیاین، بالاخره یک هیئت از او ترتیب شد. متاسفانه باید بگویم که در ترکیب هیئت یک نفر مسلکی نبود. کسانی بودن فرضاً شما را بگویم که یک تعداد از انجینیرها و دکتر صاحبا بلند شوند برن وزارت دفاع افغانستان را هیئت شوند و بررسی کنند که در اونجا چی میگذره. کس آمده از فرضاً از اداره امور یا کس آمده از لویس آرانولی افغانستان و اینا اصلاً در راستای چگونگی انتخابات ها، قوانین بین المللی، داخلی، صلاحیت های حکومت در راستای المپیک و چگونگی فعالیت های ورزشی یک کلمه هم نمیدانستن. طبیعی است که و کسایی بودند که یک تعداد وقت را میرفتن در وزیر اکبر خان در مهمانخانه آقای هاشمی صرف تام و چاشت میکردن. از اون گونه هیئت ما چگونه دستاورد میتونیم داشته باشیم که نتیجه او بررسی ها چی خواهد بود؟ یکی خوب مسلکی نبودن، بس دوم این که روابط تنگاتنگ داشتن. دوم آقای هاشمی خب با سرانوار صاحب مشکل داشت، آقای کرام دینی کریم، او را گفتن خب مشکل داری؟ گفت من مشکل ندارم. آقای کریم خودشان آقای هاشمی را آوردن. خب طبیعی او را آوردن ولی مشکل گفتن ما با این مشکل داریم، کل مشکل از آقای کرام دینی کریم است، اینا اینجا اونجا هستن، تو راست راست تمام دلایل را گفتن، اونا کنار رفتن. آقای اکبر اومدن با اینا چی مشکل داشتن؟ این بس دوم. بس سوم این که من بازم تاکید میکنم، اگر آقای رئیس جمهور در همان زمان آقای هاشمی را که ما تانوس کدام فرمان دهو راستا ندیدیم که نام آقای هاشمی را ذکر شده باشه، کوان با در خلاف با پرنسپ های بین المللی اگر چونی شده باشم،
اگر اونا بودن، پس چرا آقای محمود حنیف که هیچ کاره در المپیک افغانستان نبوده، اینا میرن به پول اینا، به امضای اینا پول از وزارت مالیه میبره؟ چرا؟ چرا وزارت مالیه برای یک فرد که اصلا مجهول هویت در راستای ورزش افغانستان است به اونا پول میدن؟ بسیار خوب، با شما برمیگردیم. آقای باوی، آقای نیرو میگن که اول از همه هیئتی که درست شده بود هیئت مسلکی نبوده و هیچ چیز از ورزش نمیفهمیده و حتی اتهام هم صادر میکنن که اینا همیشه چاشت خود در کمیته المپیک و در نظر زیر نظر آقای هاشمی نان خود میخوردن. آیا شما تایید میکنی هیئت بوده که کاملا غیر مسلکی بوده و تمامی جوانبی که در نظر گرفتن در گزارش خود برای رئیس جمهور همگی یک طرفه بوده؟ من نمیفهم چرا ما باید حاشیه‌روی بکنیم. نیرو صاحب تکرار میگه که دوست جنرال سبخبر و تیمش رابطه های بین‌المللی بسیار خوب داشتن، پس ما باید خوش باشیم که رابطه داریم. اما وقتی که مسئله به طرف ما میشه در داخل کشور، از داشتن رابطه های ما با ریاست جمهوری اعتراض دارن. ببینید دست و دستاورد هم فراموش نشه. گفتم چهار تا دستاورد های آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری. اونم میگم. اگر ما با دوستا شب نشینی میکنیم یا مسئولین ما شب نشینی دارن، اگر ما نان میتیم، غذا میتیم، من فکر میکنم یکی از عنانات و فرهنگ افغانی است. اگر خانه ما یا خانه خودت هر کس بیه، اگر حیات باشه یا هر کس باشه، زمان نان چاشت میشه، ما مکلف هستیم غذا برش بدیم. حیات ما تعیین نکردیم. کاش آقای نیرو یا به نمایندگی از المپیک یک کسی می بود که برای رئیس جمهور هم میفهمید. رئیس جمهور کسی که در جهان به مثابه یک دانشمند مورد احترام و اعتبار قرار داده میشه، برای رئیس جمهور میفهمیدن که حیات تو کاملا آدمای بی سواد هستند، کار نفهم هستند، اهل کار نیستند و هیچ چیز نمیفهمیدن که باید برشان مشوره داده می شد. من یک چیز دیگر میگم. اگر اینا ادعا دارن که مجمع عمومی ما را برحق دانست، ما به تاریخ 24 می امی سال 2016 24 می 2016 مجمع عمومی فدراسیون المپیکی را خودشان برگزار کردن. شما برین به وبسایت ما، به وبسایت المپیکم، به کلپام برین، به فیسبوکم، بیشتر از اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از 85% فدراسیون‌های المپیکی که جناب اخبر را در ترکمنستان فقط 13 تاش حمایت کرد، از اون 13 تا هم یک خانم روبینا که هیچ کاره بود در ورزش و باور اوتک صاحب که مسئول یک فدراسیون غیر المپیکی است، اینا بودند در 13 نفر. آقای عنیف چی میکرد اونجا؟ خیر، آقای عنیف در اون زمان، ما خوب از دیالوگ نکنیم نیرو صاحب، وگرنه چیز میشه، جنجال میشه. خوب است، همین سلسله گپای ما. آقای محمود عنیف وقتی که دعوت شد از المپیک آسیا، به این معناست که تا مو زمانم آقای محمود عنیف به مساوی سکرتر جنرال المپیک افغانستان شناخته شده بود، وگرنه چرا دعوت میشد؟ ای که دعوت شد به این فکر که اینا هر دو یک رای حل پیدا میکنن، اما اونا از قبل گپا تنظیم شده بود. حالا میمانم مسئله، اگر امو مجمع عمومی در حال حاضر هم با جناب جنرال صاحب است، یعنی پس از 24 می 2016 که همی 3-4 ماه نمیگذره، ما به می سادگی به نمایندگی از المپیک میگم که ما و محمود حنیف به نمایندگی از رئیس ریاست سرپرست المپیک و همگی ما از همی کار کنار میریم. در غیر ازو کدام جای کار میلنگه؟ متوجه باشید. طرف دیگه من یک سوال میکنم. سوال من این است که جنرال صاحب اخبر زمانی که از تربیت بدنی و المپیک کنار رفتن، دیگه هیچ سمت نداشتن، فقط به استثنای مشاوریت ریاست اجرایه. اساسنامه المپیک حکم میکنه صریحا کسی میتونه برای ریاست المپیک کاندید باشه؟ کسی که در یکی از فدراسیون المپیکی دو سه تا سمت های مهم داشته باشن، معاونیت، سکرتر جنرالی و ریاست. جنرال صاحب اخبره که هیچ سمت به هیچ فدراسیون المپیکی نداشتن، آمدن تعیین بس شدن. اگر ما بگویم فهیم هاشمی قبلا در ورزش نبود، خود جنرال صاحب اخبر، سانوال صاحب کرام، اینا هم میگی با تاییدی او آدم آمد در فدراسیون آبازی 6 ماه قبل، یا فدراسیون اشتباه نکنم آبازی یکیش، سکرتر جنرال شد، بعدش کاندید شد و یک دستاوردهای زمان هاشمی رو برتان بسیار کوتاه باوی که وقت بسیار کم است. بر اولین بار در تاریخ ورزش افغانستان ما جنرال اسمبلی واقعی رو برگزار کردیم. شما برین بس زمان کارکرده جنرال صاحب اخبر، هیچ زمان شما از یک جلسه واقعی بورد اجرایی در المپیک افغانستان اسناد نداره. جلسه مجمع عمومی نداره. اون زمان ما غم بود. خیر، المپیک بود. المپیک و هم زمان. بر اولین بار ما در تاریخ ورزش افغانستان پلان استراتژیک 4 ساله را ساختیم. بر اولین بار متخصصین خارجی، مصری، مشاورین آمریکایی آمدند در روی ورزش افغانستان به شکل سیستماتیک فنی کار کردند. بر اولین بار یک تجار پیدا شد از بودجه شخصی خود بدون از اینکه طمع و توقع دزدی داشته باشه، سیستم ساخت، ماش تولید داد و تمام کارمندان را به اساس نرم های بین‌المللی استخدام کرد و یک سکرتاریت ایجاد شد
و رابطه های بین المللی ما در حد بود. ما برای اولین بار یک کنفرانس بسیار بزرگ را از بودجه سولیدریتی گرفتیم. ما برای اولین بار تیم های ما رو به قرنطینه روان کردیم. ما به اولین بار صدها کار کردیم. اگر لیست از کارا رو می‌خواید، لیست کارهای آقای هاشمی بود. شما در پاسخ فقط بسیار کوتاه که وقت بسیار کم، فقط می‌خوایم بگویم که آقای باوی بیاین که اونم بحث شعار بانیم. ما را امروز نظر به کارکردهای ما دنیا مشناسه. اگر چنین می بودم یک سال یک دعوتنامه بر شما میمد که لطفاً بیاین به اینی بازی ها. آقای نیکپا که دوبار مدال اولمپیا را داره با خود نمیاره که در کجاست؟ بهترین ورزشکارای المپیکی در کجا به سر میبرن؟ از کجا حمایت میشن؟ به کجا میرن؟ شما از مجمع عمومی متشکل هستین یا از ورزشکارا؟ طبیعی آقای نیکپا هم گفتم یک نقش خیلی مهمه داره در این اساس. یا آقای کرام الدین کریم رئیس فوتبال افغانستان، یا آقای بابا رئیس پهلوانی، اینا همه. میخوام که در آخر فقط صحبت کنم روی این که فردا تیم های فدراسیون کورش و سامبو افغانستان سفر داره. در این راستا باز هم سپاسگزاری میکنم از هیئت رهبری ریاست تربیت بدون سپورت افغانستان که این سپاسگزاری البته به نمایندگی از جناب صاحب ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان از اونها دارم که حمایت کردن. بسیار سپاس از حضورتان آقای نیرو و آقای باهوی. امیدوارم که ورزشکاران در این بین کمترین ضربه رو بخورن. قطعاً. بسیار سپاس از یاری شما تا این لحظه با برنامه نگرش. این بود نگرش ورزشی امشب ما. تا دیدار دوباره شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.